من کوروش هستم، زاده تهران. ما رو به عنوان یک بچه مسلمون و شیعه میشناختن و نمیشد از این دین بیرون اومد. از دین شیعه یا مسلمون بیرون اومدن خودشون جرم و مصادف یا مساوی با اعدام. مسلمون کسی که خودش اون دین رو انتخاب کرده باشه، اما مسلمون زاده کسی که فقط پدر و مادرش مسلمون باشن، یعنی پدر و مادر مسلمون باشن. اگر هم نبوده مجبوری بعد از این اگه بخوای درس بخونی یا سر کاری بری بعد مسلمون بشی. یعنی من مسلمون زاده بودم که قرآن نخونده بودم، تا اون موقع مسلمون بودم و از این قرآن خوندم از این دین بیرون اومدم، یعنی فهمیدم این چیه و از این دین بیرون اومدم. بله، من مسلمون زاده بودم تا اون موقع که قرآن رو نخونده بودم. من مجبور شدم اینجوری قرآن رو خوندم و خیلی سوالات متداولی واسه من پیش اومدش. این سوالات هیچ کدومش برام جواب نداشتش و خیلی چیزها رو دیدم که توی قرآن نوشته شده این حکم انسانی نیستش، یه جور توحش محسوب میشه. اینا رو در میون گذاشتم و دیدم چون که هیچ جوابی واسهش ندارم به خودم از دین اسلام بیرون اومدم. ببین، تناقضات، توحشات که توی قرآن هستش، من یعنی خیلی هم سوالای بی پاسخ هستش. یعنی سوره مکی با مدنی خیلی فرق داره. بعد من به عنوان یک انسان نمیتونم به کسی دیگه بگم که تو باید این دین رو بپذیری و خودم خجالت میکشیدم از اینکه این دین رو دارم. یکی بهم میگفتش که مسلمونی احساس بدی بهم دست میداد. مثلا شما به یک کشوری حمله کردی، اشیاءش و زنانش و بچه‌هاش غنایم این وحشیگری یا این حمله هستن. هر مردی میتونه هر کاری انجام بده و هر زنی باید از اون مرد اطاعت بکنه. این مسئله یه نمونه کوچیکشه. به خاطر همین از دین اسلام اومدم بیرون و به خاطر از دین یه همچین پنداشی داشتم بیدین شدم. من تو ایران بیدین بودم ولی نمیتونستم خودم به عنوان یک بیدین معرفی بکنم، چون این بیدین حکمش مرتده و باید کشته بشه و تو به حکم اسلام باید تو اون دنیا خدا براش تصمیم بگیره آیا میبخشتش یا خیر. اولین بار توسط یکی از بستگانمون، فامیلای دور بابام، با مسیحیت آشنا شدم. وقت که اومدم ترکیه بهم پیشنهاد دادش که توی کلاساشون شرکت کنم، توی نیایششون شرکت بکنم و من اولش سرباز می‌زدم. بعد از یه مدت قبول کردم، رفتم اونجا و دیدم نیایششون خیلی با ایران فرق می‌کنه. به جای مرگ بر اینون گفتن و چیزای ناجور گفتن، به جای اون واسه همه دنیا دعا می‌کنن، به جای اون شادی دارن، فقط غم و غصه نیستش. پر از شادی بود، پر از نشاط بود، پنداشته خوب داشتش، حرفای خوب می زدن، آرزو مرگ واسه کسی حداقلش نمی کردن، همه شادیه. یعنی اون پرستشایی که تو ایران بود با پرستشایی که اینجا میکنن خیلی، یعنی تو مسیحیت میکنن خیلی فرق میکنه. اونا همه میزنن تو سرشون، اینا همه خوشحالن از اینکه خداشون یعنی پروردگارشون مسیحه. و منم از این خوشحال بودن واقعا تو جمعشون خوشحال میشدم. میتونم بگم بهترین دوران زندگیمو بین دوستان مسیحی هم بودن. شاید تعداد دفعاتش خیلی نبوده یا دور همیامون خیلی نبوده، ولی یکی از بیادمونده ترین دوران زندگیمه. اون چیزی که منو جذب کرد و به دین مسیح آورد محبتی هستش که توی مسیح گفته شده، دور از همه یعنی کینه ورزی نداره توی مسیحیت. من چون که از دین اسلام میترسیدم، یعنی از ادیان تقریبا میترسیدم، یواش یواش به این دین رو آوردم و یواش یواش سعی کردم اجرا کنم. با این اجرا کردنش یه آرامشی بهم دادش. این شاید
دو سال یا سه سال طول کشیده باشه، شاید من خیلی پیگیرش نبودم. من با این کشیش که به من اصرار کردش که بیا باش گفتگو کردم، یواش یواش خودم انجیل رو خوندم و این چند سال طول کشیدش که با مسیحیت کامل، نه الان نمیشه گفت کامل، با مسیحیت آشنا شدم و به این دین رو آوردم. من یک نوکیش هستم، نمیتونم بگم تغییر خیلی زیادی بوده، ولی بعضی موقع احساس آرامش میکنم. یه وقتی که کسی رو میبخشم، وقتی که به اون فکر میکنم، احساس آرامش بیشتری دارم. ببین، من قبل از ایمان به مسیح، بعد از ایمان به مسیح، یعنی یه آرامش خاطر بیشتری پیدا کردم. به خاطر این، هر موقع که فکر میکنم به مسیحیت و آموزه‌هاشو یادم میاد، احساس آرامش بیشتری میکنم و بخشیدن رو یادم میاد. من قبل از مسیحیت هم بخشش انجام میدادم، میبخشیدم، اما از ته دل نبود، فقط از لحاظ فکری بودش. اما الان سعی میکنم، یه تمام تلاشمو میکنم که از ته دل ببخشم کسی رو اگر هر اتفاقی افتاده باشه. تا مشکل این بودش که میبخشیدم، سعی میکنم ببخشم، اما از ته دل نبودش هیچ کدومش. سعی میکنم بیشتر فراموش کنم تا بخشیدم. من اگه کسی رو بخوام دعوت کنم به مسیحیت، فقط بهش میگم انجیل رو بخون و مسیح رو بشناس. شاید آدم خیلی وقتا مایوس بشه، خیلی وقتا ناامید بشه از همه چی، مثل آدمی که تو خیابون داره راه میره، خیلی خسته است، مایوس بشه به خونه رسیدن، یا یه دو ماشین جلوش وایسته و اونو سوارش بکنه. دقیقا اتفاقی که واسه من افتاد یه همچین اتفاقی بودش. چند بار این اتفاق واسه من افتاد، یه بار دوبارش رو میگم اتفاق بود، اما بقیه دفعهاش میتونم بگم کمک خداوند زنده بود. هم خودتو دوست داشته باش، هم دیگران. خدا اون چیزی که بخواد بهترین ها رو برات داره و بهترین ها تو برنامهش هست، و دیگران رو به خاطر کارهایی که میکنه سرزنش نکن و از دیگران کینه به دل نکن.